درود بر شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو تلویزیون های آیدیا، این اندیشکده جهانی. من سیروس کنگرلو هستم و خوش آمدید به برنامه دیگر از سلسله برنامه های بی‌نظمی نوین جهانی شماره 56. در این سلسله برنامه ها ما سعی بر روشنگری مسائلی داریم که انسان های عادی وقت تجسس و تفحص در اون باره اون رو ندارن و ما و تیم آیدیا تیوی این کار را انجام میده و برای اینکه انسان ها دلیل راه و چراغ راهی پیدا کنند برای مسائل آینده و تصمیم گیری های آیندهشون، برایشون خوبه که این مسائل رو گوش بدن و بدونن که این اتفاقات ریشه‌ای از چه زمانی اتفاق افتاده. این جلسه اولین جلسه که موضوعش جنایتکاران و مافیای چینی، قسمت اول یا شماره 1، به نام سگانه ها، Chinese Criminals and Mafias Trial، اینطور بهشون میگفتن. و از اونجا که در کشور چین هزاران سال هست که جنایات سازمان یافته و باندهای مافیایی وجود داره، برای بررسی این موضوع باید از چین باستان آغاز کنیم. بله، Trials یا سگانه ها شاید قدیمی ترین سازمان جنایتکارانه در جهان باشه. حتی بعضی از محققان تاریخچه اون رو به دوران افسانه‌ای قرن سوم از میلاد ارتباط میدن و همچنین شاید بشه گفت دزدان دریایی و سارقین از سواحل شرقی چین نوعی اتحادیه صنفی به نام سایه لوتوس ایجاد کردند و خیلی زود بعد از ظهور سگانه ها، سایه لوتوس در زمان در یک سازمان تازه ایجاد شده و ادغام شد. و جالب بدونید که وقتی برای اولین بار از کلمه تراید استفاده شد، مافیایی هنوز در ایتالیا ظاهر نشده بود. با این حال در اون زمان سگانه ها به اندازه بعدها سازمان به شدت خطرناک نبودند. در واقع طبق افسانه ها سگانه سوم توسط سه راهب از صومعه شاولین که توسط مهاجمان تخریب شد تأسیس شد. شاولین ها بعداً توضیحات بیشتر راجع به اینها خواهیم داد که یک سری فایتر های شاید اخیراً به نام شاولین فایتر شنیده باشید یا جنگنده های شاولین. برزد اینها که از نظر خود بنیانگذاران سگانه، منظورشون اتحاد زمین، انسان و آسمان به نام عدالت است که این نمادها رو هر چینی میفهمه، اما در نهایت به خلافکاری رو می آوردن. در ابتدا این جنگجویان سگانه توسط چینی های عادی و ناراضی تأمین مالی می شدن و با این وجود در یک کشور فقیر نگهداری ارتش مخفی حزبی برای دهقانان و مغازه‌داران دشوار بود، تا اینکه ترایادز شروع به جستجوی منابع مالی در تجارت جنایی کردند، کارهایی از جمله سرقت، دزدی دریایی و تجارت برده‌ها و غیره. و به تدریج اهداف عادی اونها در پس زمینه مختلفی که ایجاد میکردن محو شد و راهزنی و دزدی به اصل فعالیت های این سگانه ها تبدیل شد. در طول جنگ داخلی چین، مافیای سگانه از سان یاتسن که نخستین رئیس جمهور و بنیانگذار جمهوری چین بود حمایت میکردن که همین منجر به آزار و اذیت شدید رهبران سگانه بعد از پیروزی ما شد. البته کمونیست های چینی نگران این نبودند که سگانه ها این سگانه ها یک مافیاست و درگیر انواع تجارت های جنایی است، بلکه تلاش میکردند و میکنند که انحصار حزب کمونیست، یعنی تنها سازمان سیاسی کشور، از بین نره. از طرفی اگرچه درباره سرنوشت سگانه ها در چین کمونیست اطلاع کمی در دست است، اما به راحتی میشه گفت که سرکوب رهبران جهان زیرین نفوذ سگانه ها رو تا
تضعیف نکرده. ستیزجویان سازمان به جمع‌آوری ادای احترام از مشاغل و برقراری نظم در خیابان‌ها ادامه میدن و در پلیس خبره و افراد خودشون در میان کارگزاران حزب در زمینه اطلاع دارن. بعد از پرواز سان یتسن به تایوان هم گروهی از رهبران سگانه او رو دنبال کردند و در هنگ کنگ مستقر شدند که رشد پر رونق اقتصادی هنگ کنگ بعد از جنگ هم منابع بسیاری از ثروت رو برای باندهای جنایت محلی فراهم کرد. سگانه های چین از قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر و فحشا حمایت میکردند و همین بستر بود که باندهای تاثیرگذار و مشهوری مثل K14 به وجود آوردند و رشد کردند. بعدها بسیاری از رهبران از کشور فرار کردند و احتمالاً حالا جایگاه سگانه ها هنگ کنگ برابر با وضعیت همکاران آنها از حزب کمونیست چین شده. اما برای تحلیل ساختار گروه های جنایی سازمان یافته چینی باید سعی کنیم از درون بفهمیم تریا چیست. اول از همه شما باید درک کنید که یک سازمان مافیایی بسیار توطئه‌آمیزه، بنابراین طبیعتاً اطلاعات قابل اعتماد زیادی در مورد ساختار اون وجود نداره. همچنین هر بخشی از این سگانه ها کاملا جدا هستن و هیچ شخصی وجود نداره که بتونیم اون رو رهبر همه سگانه ها دونست. اما در هر باند سلسله مراتب بسیار سختی وجود داره و هر سگانه توسط یک رهبر هدایت میشه که نامشان رو نمیدونیم و پست او به ارث میرسه. علاوه بر اینها هر رهبر دارای دو معاون در زمینه فعالیت های مختلف است که همه اونها از دستورات امنیتی، اطلاعاتی و استخدامی اطاعت میکنند. در یک سگانه بزرگ بین رهبران، مبارزان و راهبان ممکن است پیوند عمیقی وجود داشته باشد، اگرچه همه اعضای باند بدون شک تابع مقامات مافوق خودشون هستند. اما هر شاخه‌ای در انجام وظایفی که سگانه برای اون تعیین کرده کاملا مستقل است که این قابلیت تحرک و انعطاف پذیری رو فراهم میکنه که برای یک سازمان بزرگ مافیایی ضروری است. سگانه های چین در واقع جوامع مخفی هستند که در جریان یک تحول تاریخی از سازمان های مذهبی به سندیکه های جنایی تبدیل شدند که به تدریج نفوذ خودشون رو در سراسر جهان گسترش دادند. علاوه بر این دزدان دریایی که به طور سنتی در دریاهای چین جنوبی و مناطق ساحلی جنوب چین، ویتنام، مالزی، اندونزی و فیلیپین نفوذ داشتن تأثیر زیادی در شکل‌گیری سگانه ها داشته. البته برای قرن‌های طولانی جواب مخفی نقش یک اصل وحدت بخش رو هم در تاریخ چین بازی کردند. اعضای سگانه ها به سبک زندگی مخفیانه عادت کردند و هنوز از زبان عامیانه دست دادن مخفیانه حرکات و نشانه ها و همچنین کد های عددی برای تعیین رتبه ها و موقعیت ها در سلسله مراتب گروه استفاده میکنند. اونها از اعداد سنتی چینی و بر اساس کتاب ها استفاده میکنند. در واقع سلسله مراتب سگانه ساده اما به عمد گیج کننده است. برای مثال 489 به معنای استاد، سر اژدها یا ارباب یعنی رهبر قبیله است که این عدد از کاراکترهایی به معنای 21 یعنی 4 به اضافه 8 به اضافه 9 تشکیل شده که به نوبه خودشون مشتق از دو عدد است. 3 یعنی آفرینش ضرب در 7 یعنی مرگ برابر با 21 یعنی تولد مجدد و 438 به معنای مباشر یعنی معاون رهبر یا فرمانده عملیاتی یا مجری
مراسم هست. مجموع ارقام تشکیل دهنده این عدد هم 15 و عدد 15 در هر چینی خرافاتی قابل احترامه، چون دیدن اون نوید اقبال بسیار زیاد رو میده. یا مثلا 432 به معنای صندل حصیری، یعنی رابطه بین بخش‌های مختلف قبیله. 426 قطب قرمز، یعنی فرمانده مبارزان یا مجری تصمیمات قدرت. 451 طرفدار کاغذ سفید، یعنی مشاور مالی. و 49 هم یک عضو عادی است. اما باید بدونیم که از همون چین باستان هم داشتن خائن و جاسوس هم از الزامات بوده. همچنین در ساختار هر سگانه بخش های حفاظت، اطلاعات، ارتباطات، استخدام و آموزش وجود داره که هر کدوم توسط معاون رهبر یا یک گنگستر بسیار معتبر اداره می شوند. برای مثال استخدام به دنبال خبر چین در بین رانندگان تاکسی، پیش خدمت ها، فروشندگان خیابانی و روسبی ها میگرده. این خب خیلی جالبه که این خبرچین ها که در تاکسی بودن یک وسیله خوبی بوده که از مردم عادی خبردار بشن. منو یاد سنپ درون ایران میندازه که خیلی بینندگان عزیز مواظب خودتون باشین که اینها بیشتر از افراد سپاه هستن، که اینا همون ببینید همون استایل چینی رو دارن پیاده میکنن که خدمتتون عرض کردم که الان که برای استخدام بخش استخدامشون همین خبرچین ها که در بین راننده های تاکسی، پیش خدمت ها، فروشندگان خیابانی و روسبی ها میگردن. اما اعضای سگانه با سیستم پیچیده ای از مراسم سوگند، رمز عبور و حتی اختلاط خون تشریفاتی به هم مربوط میشن و به این ترتیب همدیگر رو با بسیاری از سیگنال های مرسوم که برای افراد دیگه نامری هستن تشخیص میدن. سیگنال های مثل ترتیب ظروف روی میز خیلی جالبه، دقت کنید به این مسئله. ترتیب ظروف روی میز، نحوه خاص نگه داشتن چاپستیک ها و فنجان های چای در حین غذا یا سوالات معماگونه. به عنوان مثال به سوال 3 ضرب در 8 چیز یکی از اعضای سگانه پاسخ خواهد داد 21، چون اون میدونه که شخص هان، یعنی متعلق به اون گروه که یک اسم چینی است، از 3 قسمت تشکیل شده که با اعداد 3, 8 و 21 مشخص شده. یک فرد برای پیوستن به این انجمن برادری، اونها هم نه تنها باید توصیه یک عضو سگانه و با تجربه رو داشته باشن، بلکه باید یک دوره مقدماتی رو هم طی کنن که در اون فرد تازه وارد تحت آزمایش‌های شدید و خطرناکی قرار میگیره و حفظ 21 آیین‌نامه انضباطی و 10 امتیاز مجازات برای تخلف و همچنین 26 سوگند تا زمان ورود الزامی هست. در زمان ورود شخص جدید، نگهبانان با شمشیر به پشت اونها ضرب در میزنن و از هر کسی میپرسن کدام سخت تر است، شمشیر یا گردن شما؟ و پاسخ این باید باشد که گردن من، که این به این معنی هست که حتی در صورت تهدید به مرگ اسرار جامعه فاش نخواهد شد. و هر کدام انتهای دود شده چوبی رو به زمین میچسبونن و به این وسیله نشون میدن که در صورت نقض سوگند نور زندگی او هم از بین میرود. ببخشید. در نهایت باید گفت که تقریبا هر فردی در کشور خودش میدونه که مفهوم مافیا چیه. مافیا در درجه اول یه سیستمی هست که توسط یه گروهی از افراد ایجاد میشه و با فعالیت‌های مخفی و عموماً سودجویانه و تبهکارانه و
جمله معروفی است که میگویند مافیا همیشه جاودانه است و شاید حقیقت هم همین باشد و دنیای جنایات تا ابد زنده خواهد ماند که قوانین و دستورات و مفاهیم خاص خودش رو داره. امروز البته ما فقط پیش درآمدی بر مافیای چینی یا همونطور که اشاره کردیم تراید گفتیم که در این موضوع بحث میکنیم که شاید بشه گفت همون آغاز کاره. بحث مافیا در چین بسیار گسترده تر از این هاست که در جلسات آینده به ابعاد دیگر اون و حتی رابطه مافیای چینی با روسیه خواهیم گفت. در حقیقت قوانین و سنت های تبهکارانه بیش از 2500 سال است که در کشور اجرا میشه و این سگانه ها یک شکل سنتی جامعه جنایی چین هست که رسماً از قرن 17 قبل از میلاد وجود داشته. جنایتکاران چینی مناطق زیادی رو به شیوه وحشیانه تصرف میکردن و مردان و کودکان رو میکشتن و زنان رو هم مورد تجاوز قرار میدادن. طبق قوانین سگانه همه بازرگانان باید سهم آنها رو میدادن و اگر کسی از پرداخت پول به این انجمن مخفی امتنا میکرد در عذاب وحشتناکی میمرد و تمام خانوادهش رو به اصطلاح سلاخی میکردن و درآمد حاصله صرف خرید سلاح و مهمات میشد که البته برای ایرانیان که جمهوری اسلامی دیدن این مسائل بسیار آشناست. راهبان در رأس جامعه جنگ چریکی رو به راه انداختند و این موضوع ادامه داشت تا اینکه راهبان مردند و راهبان جدید جای اونها رو گرفتند. البته راهبان جدید سیاست کاملا متفاوتی داشتند و به جای جنگ چریکی اونها ترجیح میدادند به تجارت برده، دزدی دریایی، استخراج غیرقانونی طلا و کتککاری بپردازند. این دقیقا زمانی بود که تراید یک گروه مافیایی تبدیل شد. امروزه مافیای چینی یا همون تراید در سراسر جهان حضور داره و رهبران اونها در تایلند، هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان به خوبی تثبیت شدن. علاوه بر این اونها در اروپا، ایالات متحده، انگلستان و استرالیا هم هستن، اما بیش از همه چشم امید همکاری اونها به روسیه دوخته شده. این را هم خدمتتون بگم که مافیای چینی به معنای واقعی کلمه با همه چیز سر و کار داره و لیست جنایاتشون بسیار بسیار بزرگ است. اینها اخاذی، قاچاق مواد مخدر، فحشا، مهاجرت غیرقانونی، قمار، دزدی و حمایت از تجار خلافکار رو به سادگی انجام میدن، اما حسابداری در مافیای سگانه بسیار شدیده. در پایان هر ماه بازرسان مافیای مالیاتی چین به دفاتر تجار و بازرگانان چینی میرن تا 15% سود رو دریافت کنن و در صورت عدم پرداخت مجازات شدید بلافاصله دنبال میشه. مثلا در همون روز یا شب آن تاجر با خانواده، اقوام و دوستان کشته میشن و بعد هم مغازه و دفتر اونها به آتش کشیده میشه. یعنی حیوان خانوادگی و حتی کلن تمام موجودات زنده و غیر زنده مرتبطن با این شخص از بین میرن. بنابراین اگر پرداخت نکنید به اصطلاح خودشان تبدیل به گرد و غبار میشوید، چون مافیای چینی قوانین و مقررات بسیار سختگیرانه و غیر انسانی داره و هر کس باید بدون چون چرا وظایف خودش رو که اونها تایید کردن انجام بده. حتی در رأس هر خانواده یک رئیس وجود داره و بقیه تابع رئیس هستن و مبارزان رو کنترل میکنن و فقط هم یک مجازات وجود دارد، مرگ. البته گاهی با ارائه انگشت بریده شده هم میتوان بخشش را به دست آورد. البته بعضی از اعضای گروه ترجیح میدن که بمیرن اما اعتبارشون رو از دست ندن. در سال 2006 یک فاجعه برای مافیای سگانه در چین رخ داد. در پکن بیش از 10 نفر رو با قمه در یک شب کشتن و زخمی کردن. ولی خب مسئله مهم چی بود؟ مسئله مهم این بود که در بین این افراد پسر جوانی که برای خواستگاری از دوست دخترش به یک قرار می رفت و وقتی در یک پارک به هم رسیدن ناگهان از یک مینیبوس پر از افراد ماسک‌پوش
اشخاصی به سمت مردم و همچنین آن پسر دویدن و شروع کردن به حمله مردم و طبیعتاً اون پسر را هم با غمه کشتن. اما نکته اینجاست که پلیس متوجه شد که آن پسر یکی از اعضای تراید بوده. اما پلیس معمولاً در چنین مناقشاتی مداخله نمی کنه. زمانی که ماو تسه‌تونگ در چین قدرت داشت، کمونیست‌های چینی حکم دادند که گروه‌های خصوصی چینی باید ریشه‌کن شوند، البته فقط به صورت ظاهری. بنابراین عده‌ای از رهبران مافیا به صورت دست جمعی تیرباران شدند و اما بلافاصله پسران و برادران اونها به جانشینی اونها در اومدن و معلوم شد که شما نمیتوانید در کشورهایی که حکومتشان هم پر از فساد است به مافیا شلیک کنید. بنابراین در طول صدها سال فعالیت، گروه سگانه تجربه منحصر به فردی از رویارویی با سازمانهای مجری قانون رو جمع‌آوری کرده و به گفته بسیاری از کهنه سربازان پلیس چین، حتی اگر همه رهبران آنها هم به زندان بیفتن، مکانیزم ترایپاد یا سگانه ها هرگز از کار نخواهد افتاد. در اصل سگانه چینی به همه چیز فکر میکنه و برای سالهای آینده هم برنامه ریزی کرده و فقط برای امروز زندگی نمیکنه. این یه چیزی هست که مافیای چینی رو از بقیه مافیاها متمایز میکنه و مهم نیست که چقدر متناقض به نظر میرسه، مافیای چین هر ساله در تلاش است تا اقتصاد چین رو تقویت کنه. این تفاوتش با مافیای دیگر است و برخلاف گروه های جنایتکار سازماندهی شده مثل گروه های سازماندهی شده روسی که میشه نام دو تا از معروفترین اونها رو برد، سولنسکوف و پودولوسک، که در شرکت های فراساری در قبرس یا سوئیس پولشویی میکنند، مافیوزاهای چینی حتی ارز به دست آمده در ایالات متحده رو با فروش هروئین به چین منتقل میکنند. بنابراین اونها میخوان کشورشون ثروتمندتر و مستقلتر باشه، نه مثل ایران هرچی پولها رو میدوزن به خارج از کشور، یعنی کشور رو از بین میبرن. همچنین مافیای چینی همه جا چشم گوش داره و همچنین نیروهایی در پلیس و سازمان‌های دولتی از طرفی به قضات و مقامات هم رشوه میدن و در یک کلام همه جا راه دارن. اما تنها چیزی که وجود دارد این هست که این یک مسیر خونین است و برای همه اینطور نیست. حتی امروز هم با بازدید از چین میتونید به راحتی با بعضی از این اعضای سگانه ها ملاقات کنید. بسیار خوب، در اینجا به پایان قسمت اول از مافیای چینی میرسیم و سپاس که تا این لحظه با ما بودید و تا درودی دیگر، بدرود.